سلام و شبتان بخیر. به مجموع خبری هشت شب از آریانا و آریانا نیوز خوش آمدید. امروز سوم ماه دل و سال 1399 هجری خورشیدی است که برابر است با 22 جنوری سال 2020. تاکید رئیس جمهور غنی بر قطع روابط میان طالبان و پاکستان. طالبان باید مناسبات خود امرای پاکستان قطع کنند. اگر افغان هستند و می خواهند در چارچوب افغانستان زندگی کنند، تابعیت دوگانه داشتن هم. خواست پاکستان از حکومت جدید آمریکا در پیوند به صلح افغانستان. در بخش کمک و تسهیل روند صلح افغانستان ما کارهای انجام دادیم و انجام خواهیم داد، اما نه به خاطر آمریکا. افزایش جرم‌های جنایی و قتل‌های هدفمند در کابل. نگرانی جمهوری خواهان در پیوند با استضاح دونالد ترامپ. و انتقاد باشندگان هرات از عملی نشدن تعهدات رئیس جمهور. مشهوری خبرها. رئیس جمهور غنی قطع روابط میان طالبان با پاکستان را از مهمترین نیازها برای صلح افغانستان میخواند. رئیس جمهور در هرات میگوید که اگر طالبان میخواهند که در افغانستان باشند، تابعیت دوگانه نباید داشته باشند. آقای غنی با انتقاد از طرح شکلگیری حکومت موقت میگوید اگر طالبان انتخابات را بپذیرند و برنده شوند، او حاضر به تسلیم دهی قدرت خواهد بود. رئیس جمهور غنی تاکید میورزد که در جریان مذاکرات صلح حکومت برای هر گونه خطر آمادگی میگیرد. گزارش از باعث حیات. دومین روز سفر رئیس جمهور غنی به هرات. اینجا در نشست خبری میگوید با رسیدن افغانستان به صلح نباید دیگر پناهگاه برای طالبان در بیرون از افغانستان وجود داشته باشد. یکی از مهمترین موضوعات صلح است، یک، طالبان باید مناسبات خود امرای پاکستان قطع کند. اگر افغان هستند و می خواهند در چارچوب افغانستان زندگی کنند، تابعیت دوگانه داشتن هم بدهند. رئیس جمهور غنی دولت تازه آمریکا را یک فرصت برای روابط کابل واشنگتن می بیند. اداره نو امریکا یک فرصت است که بتانیم با اساس اصولی منافع مشترک و یک دیدگاه سنجیده شده و پیش برویم که از یک طرف خطر توریسم بین‌المللی را چطور مهار می سازیم و از طرف دیگر ثبات و رفاه و امنیت افغانستان چطور تامین میکنیم. رئیس جمهور از رای طرح شکلگیری حکومت موقت در نتیجه گفتگو با طالبان نیز انتقاد میکند و میگوید اگر طالبان انتخابات را بپذیرند و ببرند، حاضر به تسلیم دهی قدرت بر بنیاد اراده مردم خواهد بود. امید طرح حکومت موقت چیست؟ برای کی کدام خدمات انجام خود دادن؟ کسایی که مطرح میکنن معلوم دار، اما طرحشان چیست؟ مدیریت آب افغانستان چی رقم میکنن؟ کدام برنامه دارن که درد ملت افغانستان دوا کنن؟ ظاهراً رئیس جمهور خطرهایی که در جریان مذاکرات صلح شکل خواهد گرفت را پیش بینی کرده است. امید ما بر صلح است، اما آمادگی ما برای به هر نوع خطرات باید وجود داشته باشه. ملتی که آماده نباشه غافلگیر میشه. هرچند هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان در دوحه سرگرم گفتگو با طالبان است، اما رئیس جمهور غنی میگوید تصمیم آخری روی توافق دست این هیئت نه، بل دست مردم و بخشهایی از دولت خواهد بود. وزیر خارجه پاکستان از اداره رئیس جمهور تازه ایالات متحده آمریکا میخواهد که نیروهای آمریکایی را مطابق توافقنامه دوحه از افغانستان خارج سازد. شاه محمود قریشی تاکید میورزد که اداره جو بایدن نباید پیشرفت‌ها در گفتگوهای صلح و توافق با طالبان را به عقب برگرداند. در همین حال مشاور امنیت ملی پاکستان نیز میگوید که تنها گروه‌های مذاکره کننده میتواند به صلح دست یابند و دولت افغانستان انتظار تامین صلح را از هیچ عنصر خارجی نداشته باشد. از سوی هم فرستاده پیشین آمریکا برای افغانستان و پاکستان گفته که وقفه
وقفه به میان آمده در گفتگوهای صلح دوحه از بحر انتظار طالبان برای اقدامهای تازه جو بایدن است. روحید اندیشمند گزارش می‌دهد. با روی کار آمدن جو بایدن، رئیس جمهور تازه آمریکا، همه در انتظار سیاست این کشور در قبال افغانستان هستند. وزیر خارجه پاکستان از اداره جو بایدن می‌خواهد که خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان را بر بنیاد توافقنامه 29 فوریه دوحه ادامه دهد. شاه محمود قریشی یک بار دیگر از وجود خرابکاران بیرونی در صلح افغانستان خبر می‌دهد و از رئیس جمهور تازه آمریکا می‌خواهد که فرصت به میان آمده و پیشرفت‌ها در روند صلح افغانستان را درک کرده و سبب عقب‌گرد در این پیشرفت‌ها نشود. در بخش کمک و تسهیل روند صلح افغانستان ما کارهای انجام دادیم و انجام خواهیم داد، اما نه به خاطر آمریکا. صادقانه بگویم فقط به خاطر که پاکستان از آن بیشترین منفعت را خواهد برد. مشاور امنیت ملی پاکستان میگوید که اسلام آباد آماده تسهیل روند صلح افغانستان است، اما دولت افغانستان نباید فکر کند که عناصر خارجی می تواند صلح را برای این کشور برمغان بیاورد. از هیچ عنصر خارجی برای آوردن صلح و یا پایان این مسئله انتظار نداشته باشید. تنها این مسئله به کسانی که در مذاکره هستند وابسته است و این مفهوم گفتگو به مالکیت و رهبری افغان‌ها است. فرستادی ویژه پیشین آمریکا برای افغانستان و پاکستان نیز تصمیم گیری برای اداره بایدن در پیوند به خروج کامل نیروهایش از افغانستان تا ماه می سال جاری را چالش برانگیز می داند. وی بنبست به میان آمده در گفتگوهای صلح را نیز کار قصدی از سوی طالبان برای اقدامهای تازه بایدن در روند صلح افغانستان می گوید. آنها حالا که یک وقفه گرفتند که به نظر من طالبان واقعا در انتظار این هستند که چه اقدامی از سوی اداره بایدن در پیوند به روند صلح صورت خواهد گرفت. به نظر من اداره بایدن در زمینه تصمیم گیری در مورد ماه می 2021 با چالش روبرو است که چه باید کند؟ هرچند گفته می شود به صورت کلی در سیاست خارجی آمریکا با تغییر رئیس جمهور تازه این کشور تغییر فاحش به میان نخواهد آمد، اما دیده شود که رئیس جمهور این کشور در مورد افغانستان به ویژه روند جاری گفتگوهای صلح و خروج نیروهایشان از افغانستان چه تصمیم خواهد گرفت. در یک هفته پسین 10 تن در 10 انفجار و تیرهای هدفمند در کابل جان باخته و 17 تن دیگر زخمی شدند. اطلاعات رسمی نشان می‌دهد که بیشتر قربانیان و زخمیان این رویدادها کارمندان دولت و نظامیان بودند. در همین حال کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید که از 29 ماه جدی تا اول دلو 8 غیر نظامی در کشور جان باخته و 36 تن دیگر زخم برداشتند. گزارش از سمیجش. این آن هفته خونینی را پشت سر گذشتاندند. هفته ای که 10 انفجار و 3 مورد ترورهای هدفمند جان 10 تن را گرفت و 17 تن دیگر را زخمی ساخت. روز شنبه در انفجار ماین مغناطیسی 1 کشته و 1 زخمی. یک شنبه در انفجار ماین 2 کشته و 1 زخمی. دوشنبه ترور هدفمند 2 قاضی زن کشته و 3 تن دیگر زخمی. سه شنبه 3 انفجار ماین مغناطیسی 1 کشته و 3 زخمی. این جنایتکارا باید به پنجه قانون سپرده شود و مجازات سخت را ببینند تا اینکه مردم افغانستان در آینده در یک فضای صلح و امنیت و آرامی زندگی بکنند. ماین‌های مغناطیسی آسان‌ترین وسیله برای دشمن است، به خاطر اینکه میتواند توسط یک گدا، میتواند توسط یک دستفروش و میتواند حتی توسط پرسونلی که بنای محافظ و بادیگارد و اینا در شهر کابل مصروف هستن و کارت سلا دارن، میتونه که اینا در مقابل پول دست به چنین جنایت بزنن. به همین گونه در چهارشنبه و پنجشنبه 3 انفجار و 2 مورد ترورهای هدفمند 4 تن کشته شده و 8 تن دیگر زخمی شدند. در واپسین مورد آن شام روز پنجشنبه مردان تفنگداران ناشناس بر یک موتر ارتش در کوته سنگی کابل تیراندازی کرده و 2 افسر ارتش را کشتند. از خانه که میبریم اصلا با کلمه خواندن میبریم و امید برای زندگی فعلا باقی نمانده در شهر کابل. واقعا یک سردرگمی در بین مردم ایجاد شده و ناامنی روز به روز بیشتر میشه.
در کل عرصه ها مردم ناامید از کار خود، فعالیت ها را به درستی انجام داده نمیتونه. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید از 29 ماه جدید تا اول دلو 8 غیر نظامی در کشور جان باختند و 36 تن دیگر زخم برداشتند. بر بنیاد یافته های نهاد، این تلفات ناشی از انفجار ماین های مغناطیسی، ترورهای هدفمند و چریک آوان در ولایت های کابل، اروزگان، بغلان، ننگرهار و المند بوده است که کودکان و بانوان مشمول قربانیان هستند. طرفین جنگ افغانستان به خصوص گروه طالبان در قسمت اعلام آتش بس فوری و توقف کامل خشونت ها به صورت جدی اقدام بکند تا مردم افغانستان بیش از این حقوق بشری و انسانیشان نقض نشود. ترورهای هدفمند و انفجارهای یک هفته پسین واکنش‌های داخلی و جهانی را نیز در پی داشت. سایه ناامنی‌ها و رویدادهای ضد امنیت گشت و گذار پایتخت نشینان را محدود و با نگرانی همراه ساخته. با بدتر شدن وضعیت امنیتی در شهر کابل، مردم از رفتن به تفریحگاه‌ها خودداری می‌کنند. باشندگان کابل می‌گویند که در این روزها امید ندارد که دوباره به خانه برگردند، چه رسد به تفریح بپردازند. در این باره هم سمیع جایش گزارش می‌دهد. ناامنی‌های اخیر در کابل باعث شده است تا مردم از گشت و گذار و رفتن به تفریحگاه‌ها خودداری کنند. پایتخت نشینان می‌گویند از یک سو برخی خانواده‌ها سوگوار نزدیکانشان هستند که در انفجارها و ترورهای هدفمند اخیر در کابل که کشته و زخمی شدن هستند، و در سوی دیگر این ناامنی‌ها مانع رفتن مردم به تفریحگاه‌ها شده است. حالم دیدی که بسیار فرصتی است. هر وقت از پیش خیلی اینجا بیروبار داشت، حال بسیار فرصتی است. مردم دل نمیتونه بیای، امنیت خوب نیست. اینجا تفریحگاه قرقه کابل است، جایی که در روزهای رخصتی پر جمع جوش می بود و میزبان شهروندان زیاد. اما حالا همه اطراف آن سکوت اختیار کردن، نه بیشتر کسی به تفریح می آید و نه کسی به کار بفروش. محمد هاشم که شورنخت فروش در تفریحگاه قرقه کابل است می گوید ناامنی‌های اخیر در کابل سایه سنگین بر درآمدش انداخته است. سابق کار ما زیاد بود، تقریبا خودتان اگر بودین شاید دیده باشین دی وقت روز در این سرکا عابر پیاده رفتن نمیتونست، موتر خوبان سر جایش. جالب تر از همه سلطان عاشق هلمندی که با نواختن موسیقی و آهنگ برای شاد ساختن مردم که به تفریحگاه قرقه کابل می آیند می نوازد و می خواند. او هم گله دارد، می گوید ناامنی های اخیر در کابل پول درآمد او را که در هفته های پیش تا $100 بود به 50 افغانی رسانده است. پا خواه خو مرد دقیقه $200 یا $900 پیدا که او گست پا 15 سوام نو پیدا کش، ولی چه کاروبار ختم شد. مرستو کو چې جنگونه د دې خوا جنگونه د خوا انتیاریان کې حفظایش به پیشینه انفجار ماین‌های مغناطیسی و ترورهای هدفمند در روزهای پسین در پایتخت و تخریب شدن غرفه‌های خوراکباب در اطراف تفریحگاه قرقه سایه ناامیدی بالای روان پایتخت نشینان انداخته است. از این رو پایتخت نشینان از آمدن به تفریحگاه‌ها در پایتخت خودداری می‌کنند. سمجهش آریانا نیوز قرقه کابل. به ادامه خبرها باز هم خوش آمدید و اکنون نگاهی داریم بر چند رویداد مهم از جهان. جمهوری خواهان در سنای آمریکا از دموکرات ها درخواست کردند که شروع دادرسی برای استعضای دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا را تا ماه آینده میلادی به تأخیر بیندازند. آنها گفتند که این تأخیر با آقای ترامپ فرصت میدهد تا خود را برای دفاع آماده کند. آقای ترامپ متهم شده که در سخنرانی خود در روز 6 جنوری در واشنگتن هوادارانش را به یورش به ساختمان کنگره تشویق کرده است. بر سر موقعیت دیپلماتیک نماینده اتحادیه اروپا در لندن بین بریتانیا و این اتحادیه اختلاف نظر بروز کرده است. بریتانیا که از این اتحادیه خارج شده از اعطای موقعیت کامل دیپلماتیک سفرا به نماینده اتحادیه خودداری میکند و وزارت خارجه بریتانیا اصرار دارد که نمیتوانند از امتیازات و مسئولیت دیپلماتیک تعیین شده در کنوانسیون بیان برخوردار شوند. کنوانسیون بیان در مورد روابط دیپلماتیک معاهده در مورد حقوق و امتیازات دیپلماتیک است که
در سال 1961 میلادی به امضای کشورهای مختلف رسید. گروه داعش مسئولیت دو بمبگذاری انتحاری در روز پنجشنبه در بغداد که به مرگ 32 تن و زخمی شدن بیش از 100 تن دیگر منجر شد را به عهده گرفته است. این مرگبارترین حمله بغداد در 3 سال گذشته است، زمانی که یک بمبگذار انتحاری همین ناحیه از پایتخت عراق را هدف قرار داد. به گفته وزارت داخل عراق، مهاجم اول با این ادعا که حال او بد است، جمعیتی را در بین بازار پرازدحام در میدان تهران دور خود جمع و کمربند انفجاری خود را منفجر کرد. با ادامه خبرها باز هم خوش آمدید. در شش سال پسین رئیس جمهور غنی 9 بار به هرات آمده، طی این سفرها وعده‌های کلان برای بهبود وضعیت اقتصادی و امنیتی هرات داده. مسئولان اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری و همچنان بخش پیشوران در هرات میگن که هیچ وعده رئیس جمهور تا حالا عملی نشده. با باور بازرگانان هرات، برخی کارها برای بهبود صادرات در هرات انجام شد که بیشتر نمایشی بود. در حال حاضر خط لاجورد و مسیر خط آهن فعال نیست و همچنان تسهیلات لازم برای استخراج سنگ مرمر چشت شریف انجام نشد. همکارم محسن کریمی این گزارش را از هرات فرستاد. این نهمین سفر رئیس جمهور به هرات است. دو روز می شود با اقشار مختلف دیدار دارد. 6 سال پیش اولین بار رئیس جمهور به هرات آمد و بر علاوه برکناری 30 مقام محلی به شمول فرماندهان ولسوالی ها، حرف و حدیث های هم در مورد بهتر ساختن وضعیت اقتصادی و انکشافی هرات داشت. اما این وعده ها تا چه اندازه عملی شده است؟ حمایتی از ما نشده و هیچ نوع بازاریابی برای ما نشده. ضمن از اینکه حمایت نشده، ما را کوبیدن به خاطر از اینکه محصولات مشابه تولید وطن از گمرکات بیدر و پیکر و مرزهای بیدر و پیکر کشور وارد وطن ما میشه. رئیس جمهور غنی در دومین سفرش به هرات برای افتتاح سد سلما آمد. در سفرهای بعدی پروژه کلان تاپی را افتتاح کرد که 3 روز در هرات ماند. اما هنوز از آغاز کار پروژه تاپی خبر نیست و هزاران نفری که منتظر کار بودند همچنان انتظار میکشند. راه لاجورد و خط آهن خاف هرات هم به گونه نمایشی افتتاح شد. اما حالا هیچ صادرات و واردات از این مسیرها انجام نمی شود. متاسفانه در وعده‌های کلی که داده شده بود که این وعده انجام از این وعده میتونست که در رشد اقتصاد کشور کمک بکنه و عواید ملی بالا ببره و همواره پیشنهادات از طرف سکتور خصوصی، از طرف اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری به صورت کتبی و شفهی برای جناب رئیس جمهور ارائه شده، متاسفانه هیچ کدام از اینها جامع عمل نپوشانده. با این حال رئیس جمهور غنی تا 9 بار سفر به هرات وعده های کلانه و مردم این ولایت داده است. اما عملی نشدن این وعده ها انتقادهای مردم و فعالان مدنی را به دنبال داشته است. رئیس جمهور 9 سفر تا حال به ولایت هرات داشته و در هر سفر وعده‌های زیادی برای مردم داده و در هر سفر پروژه‌های کلید زده. اما آنچه که مایه نگرانی است عدم تطبیق پروژه‌های کلید خورده و بهتر نشدن وضعیت اقتصادی، امنیتی و انکشافی ولایت هرات بوده و حالا می‌بینیم این سفرها مورد انتقاد جدی مردم است که متأسفانه بدون دستاورد بوده. با این همه چشم و امید مردم به پروژه‌های تاپی، راه لاجورد، خط آهن خاف هرات و ده‌ها برنامه خرد و کلان اصلاحی دیگر بود که رئیس جمهور تا چندین سفرش به هرات یاد کرده است. اما این برنامه ها تنها در حرف مانده و عملی نشده است. و اکنون هم نرخ اسعار. یک دلار آمریکایی 77 افغان 20 پول، یک یورو 93 افغان 40 پول، یک درهم امارات 21 افغان. هزار تومان ایرانی 3 افغانی و 45 پول، 1000 روپی پاکستانی 479 افغانی، 1000 روپی هندی 1000. اینجا دوباره خوش آمدید. عبیدالله انوری همکارم با چند خبر ورزشی. در ادامه رقابت‌های فوتبال 15 سال زون مرکز 3 دیدار برگزار شد. ابتدا دو تیم کابل و بامیان به مساف هم رفتند که این بازی با پیروزی 3-0 15 ساله های کابل پایان یافت. کاپیسا با نتیجه 2-1 لوگر را شکست داد
و پروان نیز با حساب 5-1 از صدر پنجشیر گذشت. رقابت های فوتبال 15 سال زون مرکز با حضور تیم های منتخب فوتبال 15 سال ولایت های کابل، بامیان، لوگر، کاپیسا، پروان و پنجشیر به میزبانی ورزشگاه غازی کابل برگزار شده است. ملی پوشان کرکت کشور در نخستین دیدار رسمیشان در رقابت های بین المللی پنجاوره کرکت با تفاوت 16 دوش آیرلند را شکست دادند. رحمان الله گربز در نخستین بازی پنجاوره نخستین صد دوش را به سود تیم ملی کرکت کشور انجام داد و از سوی کادر فنی این رقابت ها بهترین بازیکن میدان شناخته شد. دومین بازی دو تیم در 24 و نیز سومین دیدارشان در 26 همین ماه برگزار خواهد شد. این بازی ها به میزبانی افغانستان در امارات متحده عربی راه اندازی شده است. از هفته 18 لیگ برتر فوتبال باشگاه های انگلیس، لیورپول مدافع عنوان قهرمانی در ورزشگاه آنفیلد به مساف برانلی رفت و با حساب 1-0 نتیجه را واگذار کرد. لیورپول با این شکست در امتیاز 34 و جایگاه 4 جدول باقی ماند تا 5 امتیاز از منچستر یونایتد صدرنشین فاصله داشته باشد. برانلی هم به امتیاز 19 رسید و جای برایتون را در رده 16 گرفت. وضعیت آب هوای کشور. کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 5، پایین ترین منفی 6. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 9، پایین ترین منفی 4. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 5، پایین ترین منفی 6. جلال آباد آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 14، پایین ترین 2. کندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 11، پایین ترین منفی 9. و غزنی آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 3، پایین ترین 9. و اکنون شما میتوانید خبرهای تازه از افغانستان و منطقه جهان را از وبسایت آریانا نیوز ببینید. باشید. رسیدیم به پایان خبرهای این ساعت و سپاسگزار از همراهتان. شب بخیر. خدا نگهدار.